چندی پیش گالری سیرا در محله جورج تاون شهر واشنگتن مجموعی از نقاشی‌های شهرام کریمی را به نمایش گذاشت. آثاری انتزاعی با رنگ‌های شاد و مفاهیم خاص که معرف نگرش و باورهای این هنرمند ایرانیه. برگزاری این نمایشگاه در پایتخت آمریکا با استقبال مناسبی هم از سوی هنردوستا همراه بود. اما شهرام کریمی در عرصه سینما هم فعاله و در سالهای اخیر به عنوان طراح صحنه با کارگردانهای مختلفی همکاری داشته، از جمله با شیرین نشاط در فیلم زنان بدون مردان و یا ریچارد ریموند در فیلم رقصنده بیابان. او که برای افتتاح نمایشگاه خود و همچنین شرکت در یک کنفرانس پژوهشی به واشنگتن اومده بود، دعوت من برای انجام این گفتگو رو پذیرفت تا در گالری سیرا درباره زندگی، نقاشی، طراحی صحنه و سینما صحبت کنیم. خب آقای شهرام کریمی، بهتون سلام میکنم. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت منو برای انجام این گفتگو قبول کردید. خیلی ممنون، منم همینطور، و تشکر از اینکه وقت گذاشتید برای این مسئله. در ابتدا یه مقدار درباره خودتون توضیح بدید و فعالیتایی که تو عرصه نقاشی شروع کردین، این سالا چه کارهایی انجام دادین؟ والا من کلاً خب همیشه فعالم، یعنی در واقع این مسیر زندگی که انتخاب کردم و کار دیگه جز نقاشی و کار هنری نمی کنم و طبعاً همیشه درگیرم و همیشه مشغول. چند مدت پیش توی آلمان نمایشگاه داشتم، توی گالری برگی چنگ که با اون کار میکنم، و دیگه بعد یه نمایشگاه در ایران داشتم، گالری ماه، و دیگه شو نداشتم. این نمایشگاه هم در واقع یه جوری در ارتباط با یه برنامه بود که من تو دانشگاه باید صحبت میکردم، برنامه ریزی شده بود راجع به مسئله رابطه ویژوال آرت، بخش طراحی صحنه در سینما که دیروز بود، با اونا هماهنگ شده بود و ارگانایز شده بود که اینجا من تو این گالری که خب یه فضای محدودی هم داره ولی گالری خوبیه شو داشته باشم. از چه زمانی شروع کردید به نقاشی کشیدن؟ از کجا شروع شد و چرا اصلا رفتی سراغ نقاشی؟ از 9 سالگی من هر که میومد خونم و مهمونی پلو مادرم، من یه کاغذ بر می‌داشتم، یه گوشه اینا رو طراحی می‌کردم. فوتبالیستا رو می‌کشیدم، هر چی دوست داشتم می‌کشیدم. می‌دونم از اون زمان شروع کردم. بعد تو دبیرستانم عموماً می‌پرسن از همه که بعدش بخوای بری چه کاره بشی، مهندس، دکتر، کسی از من سوال نمی‌کرد. من نقاش بودم، رو تخت‌های مدرسه، رو در و دیوار و میز و همه کار می‌کردم. همینطور ادامه دادم، ولی در واقع برادر بزرگ من یکی از آوانگاردای نقاشی شیراز بود و شاید ایران، که برادر بزرگ منه و من طبعا تحت تاثیر اون بودم. کلن توی خانواده فرهنگی برادرم که برادرم شعر میگفت، پدرم هم که تو حوزه‌های سیاسی فعال بود. بعد اینه که خب اینا همه تأثیرهایی هست که آدم توی فضای فرهنگی بزرگ میشه. شما در شیراز بزرگ شدید، همین زندگی در شهر شیراز که معروف به شهر فرهنگی و ادب و هنر، تأثیر خاصی روی کاراکتر و شخصیت شما داشت؟ تأثیر رو کاراتون گذاشت؟ 100% من مطمئنم اگر در شاید شهر دیگه بودم، به خاطر این امکاناتی که در شیراز بود، من یکی از چیزهایی که خیلی ما بچه بودیم، جشن هنر اونجا بود. من
مثلا شما فکر کنید یه بچه 19 ساله بره پیتر بروک رو نگاه کنه. حالا ممکنه من نفهمم و مطمئنم نمیفهمیدم، ولی اینها تو روح روان فرهنگی آدم تاثیر میذاره. ما از سن خیلی کم شروع کردم شیراز و شانسم این بود که با آدمای خیلی خوبی در شیراز فرهنگی، میگم مثلا اونا دانشجو بودن، من مدرسه هنوز میرفتم، شروع به کار کردیم، کار فرهنگی. مثلا کسایی مثل شاپور جورکش کردن، از شاعرهای بسیار خوب ما هستن در ایران، در شیراز زندگی میکنه. یا خانم مونی روانی پور، ما باز اون موقع اینا دانشجو شیراز بود، ما تئاتر کار میکردیم. بعد همین آقای شجاع آذری که از دوستای خیلی خوب منه، که از بچگی ما با هم بزرگ شدیم، که تا امروز هم همچنان کار فرهنگی با هم میکنیم، شوهر خانم شیرین شد. و این مجموعه طبعا، و بعد بچه های نقاش شیراز که ما عموما با هم بودیم، آقای مشکین فام، آقای اطفش و اینا هنو هستن. و بعد میرفتیم با آقای شیراز آبرنگ کار میکردیم، نقاشی میکردیم صبح. و واقعا فکر کنم اینا اینقدر تو اون دوره جوانی رو من تاثیر داشته که تا به امروز فراموش نشدن و همه منتقل شدن تو کارهای امروز من. به همین دلیل یه مقدار شما نگاه میکنید نوستالژیکن، بیشتر خاطرهایی هستن که شد. شاید نمیدونم، میگن دوست دار آدم بعض وقتا تو بچگی بمونه. منم شاید تو نقاشی دوست دارم با اون گذشته بمونم تا وارد امروز بشم. با این که تکنیک امروزیه، ولی خیلی از موضوعها نوستالژیکن و به اون دوره برمیگردن. شما سالهاست نقاشی میکنید، تو این عرصه فعال بودید. آیا به سبک مشخصی باور دارید؟ کارتون رو توی چارچوب مشخص یا یه قالب تعریف شده محدود میکنید؟ نه، به خاطر اینکه ببینید سبک دیگه کلن ما در یک امروز توضیح دادن کار هنری در یه محدوده ای که ما تعریف سنتی از سبک هست. مثلا شما فکر کنید در قدیم مثلا امپرسونیست گفتن این کارا یه مشخصه معینی داشت، کار شما تو اون قالب میگنجید. ما امروز این قالب ها شکسته و کلن وارد یه حوزه هایی شده که بیشتر آدم سعی میکنه به یه پرسونالیتی، یه فردیتی برسه تو اون کار. و اون در واقع سبک چیزی هست که در واقع شما میسازید، در واقع دیگه اون نیست که شما تابع یه سبک هستید. اون سبکی هست که از کار هنرمندایی که به یه فردیت میرسن، مثلا من در سینما مثال بزنم، مثلا آقای کیارستمی در سینمای دنیا صاحب سبکن. یه کره‌ای هم الان کار میکنه، آدم میبینه میگه این تاثیر گرفته از آقای کیارستمی. یعنی کیارستمی سبکی رو ایشون فردی ساخته. تو نقاشی هم میتونه این اتفاق بیفته. من سعی کردم که در واقع فرم و رفتار کار خودم رو داشته باشم. از چارچوبای سنتی دور شدم، تو حوزه‌های ماتریال مثلا رو پارچه برنج کار میکنم، رو پیتزا کار، جعبه پیتزا کار کردم که تو آلمان جایزه گرفتم. بعد اینستالیشن کار میکنم که تو ایران بهش میگن چیندمانی، نمیفهمم چرا، ولی بعد مثلا رو چمدون کار میکنم. پارسال توی ابودبی اتاق من طراحی کردم. اینه که این مجموعه یا رو جلد کتاب کلن من سعی میکنم اون حوزه‌هایی که نقاشی فقط رو بوم اتفاق میفته رو بشکنم. و اینا چیزی نیست که شاید واقعا فکر شده هم هست، اتفاقی هست که آدم با حس پیش میره. و یه ارتباطی هم به کار من در فیلم داره، یعنی اون حوزه به من کمک میکنه. تلفیقی هست که من تو کارم دارم بین کارهایی که تو فیلم میکنم، فیلم ها رو من نقاشی میکنم. خیلی از مثلا صحنه ها رو من با دست رنگ میکنم، نه فیلم رو، اون صحنه ها رو. و هر سین فیلم برای من یک تابلو نقاشیه. رفتاری که با اونا میکنم همین رفتاری است که با بوم میکنم. و این در واقع میشه توضیح بدم که سبک گل داره و تا
تأثیرهای فرهنگی داره. بخشن از من میپرسن چرا همه گل رز تو کارهای تلویزیون. من شیرازیم و شهر گل دیگه. و یکی اینه، یکی هم این که شاید یک دارم نگه میدارم اون گلایی که در واقع دیگه تو باغای شیراز از بین میبرن متاسفانه. این تابلو رو گالری دار از من پرسید، من براش توضیح دادم، گفتم من به یاد باغای شیراز هست که امروز خراب شدن، خرابش میکنن، توش ساختمونایی میسازن با شیشه های دبی آبی و قرمز و سبز و هر طبقهش هم دو ساختمونه، دو تا نمیدونم چند میلیون. دیگه از اون باغا خبرنی. اگه کسی میخواد اون باغا رو پیدا کنه باید یه سفر بره شیراز، بره سراغ نقاشای شیراز، تو خونه شون، استودیوشون، آدم ها مثل مشکینفان، آقای صابر، و بعد اون شیرازی که ما راجبش من الان تو حافظم نگه داشتم و تو حسم و تو کارهای اونا ببینه. آسیاب ستایی که دیگه وجود نداره اینا. البته خب من خیلی نوستالژیکم حسی نسبت به، ولی واقعا اینو آگاهانه میگم. به نظر من درسته آدم تاقه نداره همیشه ده بمونه، ده یه موقع شهر میشه، ولی یه چیزایی هستن که جزی از روان فرهنگ ما هستن. مثلا شما فکر کن شیراز بدون حافظیه شیراز نیست، شیراز بدون سعدی شیراز نیست، اون هم یه آرامگاه نیست، روح روانی است که حافظ در شیراز گذاشته. ما باغ‌ها تنها دار تو درخت نیستن، یک فرهنگی رو با خودشون اینا دارن که نسل‌های جدید و شاید دو نسل دیگه اصلا اینا رو فراموش کنن. ما هم که آرشیو نداریم خوشبختانه فرهنگ نگهداری. این است که من اینا رو با یه دلتنگی میگم. حالا آدم فردی چیزی که نیست که رستم نمیخواد باشه، ولی در حد خودم دوست دارم اون روح و روان و اون زمان و خاطرات تو خودم نگه دارم و تو کارام. یکی از نکات جالبی که تو تابلوهای شما دیده میشه رنگ‌های متفاوت و متنوعی که استفاده می‌کنین. کمی هم در این باره توضیح بدید چه ایده‌ای پشت اینه، بر چه اساسی رنگ‌ها خلق میشه، آفریده میشه؟ بله، این به هر حال این رنگ‌ها رنگ‌هایی هستن که از فرهنگ بصری من میان و کلن شاید فرهنگ بصری هر نقاشی رنگاش از اونجا میاد و تجربه های فردی هست که آدم در نقاشی میکنه. به یک نوعی تو نقاشی میگن یه پالت، مثلا میگن پالت رامبراند قهوه‌ایه، ولی من رنگام باز خیلی شیرازی هم. و خیلی هم حالا ناسیونالیستی برای خود نکنم، و به شهرم رنگ ها خیلی ایرانی هست. ولی یه روزی این رئیس موزه‌های معاصر، هیچ وقت من تا حالا قبلش نشنیده بودم، کتاب منه که دید، آقای سمیع‌آذر گفت که آبی های تو غمگینه. من هیچ وقت کسی تا حالا نگفته بود مثلا با این آب، من یکی از رنگ هام آبیه، همیشه آبی دارم تو کارام و یکی از رنگ‌های اصلی من آبیه. رنگ‌ها تابع اون تابلو هستن، ولی ببینید رنگ خاکن، رنگ اون رنگ وقتی با ماشین رد میشید میاد دیگه تو بیابون خاک می‌بینید، یه وقتی سبزی، ترکیبی از رنگ سپیاه هست، خاک هست، آبی، سبز. و یه بخش زیادش هم من تحت تاثیر نقاشی قدیم پرده ای ایران هستم، نقاشایی که این تزیخونا دور گردا اینا رو میگردوندن تو خیابونا و داستانگویی میکردن برای مردم. من عاشق اون دوره نقاشی ایران هستم. من فکر کنم خیلی قبل‌تر از یا تو همون اوایل دوره است که ما اطلاق میکنیم نقاشی قهوه خونه ای. نقاشی قهوه خونه بیشتر بسته و سفارشی تر بودن. اونا درست یه لایه مذهبی داشتن یا شاهنامه‌ای داشتن، ولی شکل که اتفاق بوم میافتاد خیلی مدرنه. و نقاشی شیشه‌ای ایران
که خیلی قدمت قدیمی داره و اینا نیستن دیگه. میدونی یکی دیگه از نکاتی که واسه من جالب بود حضور چهره ها، صورت ها، آدم های مختلف تو کارهای شماست. اینا کی هستن؟ از کجا میان؟ من یه دوره یه پرده بزرگ کار کردم، سال 2000 شروع کردم و 2003 در استانبول بیناله بود، نمایشگاه بین‌المللی استانبول، که 284 تا پورتری هنرمندای اون زمانی که من این انجام دادم، اگه اشتباه نکنم قبلش من جایی ندیدم که ما راجع به آدما نوشته داریم ولی داکومنت شده تصویر نداریم. هنرمندا، شاعرها، پلیتیکا، سیاسی، همه آدما رو من روی پارچه‌های برنج که به هم چرخ شده بود در اونجا داشتم. یه 10 متر در 3 متر پرده بزرگ بود، عین همون رو پارچه‌های برنج خورشید که اینا رو تو آلمان جمع می‌کردن و خیلی از ایرانی‌ها برنج که می‌خوردن کیسه رو می‌گفت بذار کنار برای شهرام، می‌دادن به من و اونا نقش دارن تو این کار من. و این چهره‌هایی بود که من بهشون چهره‌های فرهنگی ایرانم. 284 تا آدمی که من باشون احساس، یعنی فکر کنم جزی از پایه‌های فرهنگی ما بودن. این یادآوری حضور فرهنگی آدم ها در تاریخ ایران هستن. و یه سری آدم هم هستن که تو کارهای من عموما میاد که به من، این آدم هستن که دوستشون دارم. یه جایی از چهره خودم استفاده میکنم که آیرونی داره، یه طنز داره، عوض میکنه. ولی معمولا آدمایی تو کار میارم که یه احترام خاص براشون دارم و بخشن زنده هم بخشن نیستن. فروغ رو خیلی دوست دارم، نیما رو زیاد کشیدم، یدولار و یایی رو خیلی دوست دارم. فکر میکنم خیلی ما کم لطفیم به این بزرگ مرد تو حوزه زبان و کمتر قدرش میدونیم. من به حد خودم قدرش میدونم، همیشه میکشمش. شما گفتید که برای شرکت در یه برنامه با عنوان ربط طراحی صحنه با نقاشی اینا اومدید به واشنگتن، یه کنفرانسی بود، سخنرانی در این زمینه. واقعا نقاشی چه ارتباطی با طراحی صحنه داره؟ واسه شما چه تجربه‌ای بوده؟ این سوال جالبیه. من به خاطر که من طراحی صحنه فیلمم میکنم و با فیلمای خانم شیرین نشاط شروع شد و ادامه پیدا کرد، اینا هر فیلمی نیستن، فیلمای هستن که توش صحنه و زیبایی و استاتیک اون زیبایی مفهوم داره و من نقاشیمو وارد اون اسکریپت میکنم، داستان سناریو میکنم. یعنی در واقع من فیلمو عین نقاشی میکنم، همونطور قبلا گفتم. اینا فیلمای هستن که توش طراحی صحنه و مهمه. مثلا خیلی از فیلم‌ها طراحی صحنه مفهوم نداره، مردم همون داستان رو دنبال میکنن. یه سری فیلم ها هست که دیگه این که فقط یه صندلی تو اون اتاق هست که علی آقا روش میشینه مهم نی، مهم اینه که اون صندلی که علی آقا میاد روش میشینه چه صندلی هست. این یه بخشی هست که در سینما ایران هم جدیده. البته ما آدم های مثل کیمیابی داریم که به نظر من یکی از بهترین فیلمسازهای تاریخ سینما ایران هستن قبل از همه، و اون به این مسئله اصلا یه آرتیسته که سینماش اینستالیشنه. شما باغ سنگی رو ببینید، فیلم باغ سنگی، یا مغول‌ها رو ببینید، صحنه ها همون باغ سنگیه، مثل اینستالیشنه، یه آرت اینستالیشنه. یا بعد سهراب شهید سالس فیلم طبیعت بیجان، شما نگاه کنی آدم رو یاد تارکوفسکی میندازه، یا اون شاید تأثیر گرفته بوده مطمئنن. این سکوت دوربین، همه چی دیگه تو اون مفهوم داره. میدونید این نوع سینما یه سینمای مظلومی هست در دنیا که مردم کمتر شاید هنوز، یا مردم خیلی انترتینمنته براشون سینما، تفریح. این سینمایی هست که مثل دیوید لینچ هست، این سینمایی هست که توش زیبایی و پلن مفهوم داره جدا از داستان فیلم.
من با این فیلم ها کار میکنم، مثل زنها بدون اردان، دزرت دنسر که مثل باد بازسازی میکردم یه بخشی رو از ایران، به خصوص زنان و مردان که تو مراکش مثلا بازسازی اون گذشته، اون حیات ایران، حوض و اون آبی و درخت ها و اینا، و اینها در واقع همون اتفاق است که تو نقاشی من میفته. من اینا رو میارم تو فیلم و کارگردان ها به خاطر اعتمادی که به من دارن و ارزشی که برای کار من خوشبختانه قائلن، این وارد فیلم میکنن و میشه جزی از فیلم این هنرمندم. اما یکی از فیلم‌هایی که اخیراً شما طراحی صحنه اون رو به عهده داشتید، رقصنده بیابان بود، دزرت دنسر. درباره این پروژه توضیح میدین، چه تجربه‌ای داشتین روی این فیلم؟ اینا فیلم مثل اینکه زنان بدون مردان رو دیده بودن کارگردان و یا کسی که پیشنهاد داده بود یا نمیدونم دقیق، بعد اینا دنبال کردن منو، پیدا کردن، چون فضاهای ایران رو دنبال میکردن، دنبال کسی بودن که من زیاد از داستانش هم خوشم نیامد، ولی برای من جریان در واقع شغلی بود و من سعی کردم کار خودم رو خوب انجام بدم و فضا رو بتونم بازسازی کنم و همون در واقع کاری رو که توانایی هست تو حوزه طراحی صحنه و چه تو حوزه‌های رنگ فیلم، چه تو حوزه‌های نزدیک کردن به واقعیت تا حد امکان، چون می‌دونی خیلی سخته، بودجه زیادی میخواد بازسازی کردن و اینکه شما بتونید با یه بودجه خیلی کمی یک جایی رو در یه جای دیگه بازسازی کنی. من تو اون فیلم واقعا کارم رو انجام دادم، طراحی صحنه رو انجام دادم و یه بار به آقای گلستان، ابراهیم گلستان میپرسن، بکنم بهنود سوال میکنه ازش، چطوری شد که شما این همه کار خوب انجام دادی؟ من این همیشه تو ذهنمه، یکی از شاهکارترین جوابا رو میده، میگه من همیشه فکر کردم اگر قرار کاری بکنم باید خوب انجام بدم. و ایشون هم البته اون توانایی، ایشون خب این توانایی و چیزو داشته که همیشه واقعا ستون باشه و کار خوب انجام، ولی من این همیشه مثل یه آموزش که آدم اگه قرار یه کار ازش سوال میکنن انجام بده، به بهترین نحو انجام بده. و من هم همیشه تو فیلمایی که ازم انجام سوال میکنن یا حتی اون کیزارهای سفید که تو ارومیه ما انجام دادیم، من واقعا بدون توجه به هدفهای یا داستان فیلم به صحنه فکر کردم و اون صحنه رو یه تابلو نقاشی دیدم و جالبه که من عکس میگیرم از صحنه ها و بعد اینا رو نقاشی میکنم و بعد اینو به کارگردان ارائه میدم که آرزوم یه زمانی پیش بیاد من بتونم اونا رو، یه سرش که دست اینا هم مونده کارگردان ها، بگیرم یه نمایشگاه از اون کارا بذارم که خود اونا یه سری کارهای مستقلن، از طرحهایی هستن که از طراحی های صحنه صورت گرفتن. برام جالبه که برای تهیه این فیلم هم به مراکش رفتی، چه شباهت های محیط اونجا داره یا مناطقی که هست، چقدر شبیه ایرانه که بیشتر این فیلم ها در مراکش ساخته میشه؟ اینا فکر کنم میخواستن برن اردن، بعد من چون مراکش رو میشناختم، کازابلانکا، بخش قدیمی کازابلانکا خیلی شبیه بخش تهران قدیمه، خیلی شباهت های آرشیتک ساختمونی دارن و بازسازی توی جایی که مثلا شما نمیتونی تو آمریکا ایران رو بازسازی کنی، خیلی سخته، مگه بری تو استودیو این کار کنی، ولی بخوای تو فضای بیرونی فیلم بگیری شما نمیشه. وقتی میخوای مغازه های مثلا لاله‌زار رو نشون بدی یا مثلا شهر نو رو بازسازی کنی،
نمیشه که بری تو منحتم. اینه که باید یه جایی باشه که اون بافت داشته باشه و این بخشی از کار طراحی صحنه است که به هر حال با کارگردان در واقع آدم بره اونجا رو و این کارگردانی است که خب اونم هیچ اصلا ایران رو ندیده بوده بعدم اون مراکش هم نمیشناخت بعد دیگه ما این سری اینفورمیشن بهش دادیم و این رفت اونجا رو دید خوشش اومد از چیزی خوشش هم اومده که اونجا یه واقعیش هم اصلا نمیشناخت و بعد دیگه خب خیلی وقتا صادقانه بگم من مثلا بهش میگفتم که این زیاد این داستان با اون واقعیت‌های ایران نمیخونه میگفت فیلمه بعدم جواب قانع کننده بود سینماست خیلی از شما اتفاقا تعریف میکرد شما چند ماه پیش مصاحبه داشتیم با همین گروه با کارگردان و بازیگر در واشنگتن از آشپزی شما خیلی تعریف میکردن گفتن غذاها خیلی خوبی درست کردن مثل که آشپزیتون خوبه از طراحی صحنه تعریف نمیکرد از آشپزی والا والا خیلی هم میگن آشپزی من آره من معروفم معمولا کشک بادنجون و قرمه سبزی اینا این دوستانم که مهمونی دارن معمولا به من میگن اگه میشه زودتر بیا یه غذا درست کن حالا یه موقع هم کارمون نگرفت با نقاشی شاید بریم یه رستوران بزنیم شاید پول بیشتر توش باشه از این کار نقاشی آره خب یک به دو بار من براشون من یادم دانشگاه کار میکردم آلمان و ما میرفتیم مصر صحرای مصر تو بخشی از کار من یه بار به عنوان فیلم بردار رفته بودم داکومنت میکردم اون بخشی که کار ما میکردیم با رئیس دانشگاه و یه گروه بعد من یه شب براشون غذا درست کردم تو صحرا تو صحرای مصر و بعد این رئیس دانشگاه اومد گفت شرم جان این خیلی مهمتر الان برای ما اگر میشه روز بخت کارت کم کن این شب از این غذا ادامه و به هر حال چیز دیگه این دست پختم میدونی حالا خارج از شوخی اکثر نقاشا من دیدم اینا آشپزای خوبی هستن شما وقتی با ماتریال غذا مثل نقاشی رفتار کنی میدونی بعضی دیدی حوصله غذا نداره مثلا خانما مجبور غذا درست کنه دیگه اون سیب زمینی و اینا رو هم داره میریزه تو قابله یا آبم میذاره و خب معلومه این غذا نیست که میدونی یا رستوران ها هم چی حوصله ندارم مثلا برای یه پولی کم وقت میذاره ولی شما وقتی که ارزش قائل باشی برای سن. من اولا شکمو نیستم جالبش اینه که خودم خیلی زیاد غذا رو سرم ولی وقت درست میکنم یکی ریلکسم یکی واقعا وقت میذارم مثلا قاش میکنم همه چی درست بعد میریزمش درست استفاده یعنی این نقاشی باش رفتار میکنم خب طبعا خوب برمی از اینکه این وقت و فرصت گذاشتید در این گفتگو شرکت کنین ازتون تشکر میکنم و امیدوارم در یه فرصتی بتونیم راجع به کارهای سینماییتون بیشتر صحبت کنیم قربون شما مرسی شما لطف کردید خیلی خوشحال شدم خداحافظ